برای اینکه بیشتر بررسی بکنیم و ببینیم که چه میگذره در این مذاکرات صلح، میریم به اورشلیم، همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، آخرین ها را از تو میشنویم و اینکه بازگشت هیئت اسرائیلی از پاریس. درست رضا، هیئت اسرائیلی امروز صبح به اسرائیل بازگشت، پیش از ظهر در واقع به اسرائیل بازگشت. آن چیزی که رسانه‌های مختلف دارن در اسرائیل میگن در واقع کمی امیدواری ایجاد کرده، اینکه طرفه توافق کردن که مذاکرات ادامه داشته باشه. به نوشته وبسایت خبری والا نیوز، یک چارچوب جدیدی برای آتش‌بس موقت و آزاد شدن گروگان‌های اسرائیلی در برابر زندانیان امنیتی فلسطینی رو آمریکا و قطر تهیه کردند، اون رو به اسرائیل دادن. هیئت اسرائیلی اون رو امروز همونطوری گفتیم به اسرائیل برگردونده. قرار هست یا همین امشب یا نهایتاً فردا کابینه جنگ اسرائیل تشکیل جلسه بده، این چارچوب جدید رو بررسی بکنه. اگر که اون رو تایید بکنه میشه گفت که نیمی از راه طی شده. نیم دیگر راه رو اما باید دید که حماس چه میکنه. در واقع خب دفعه پیش هم یک چارچوبی تهیه شد در پاریس، اسرائیل اون رو تایید کرد، حماس اون رو رد کرد. این بار حالا اگر که اسرائیل رو تایید کنه، بعد حماس هم باید اون رو تایید کنه، که اگر اینطور بشه به گفته کارشناسان ممکن هست حتی تا پیش از ماه رمضان یک آتش‌بس چند هفته ای در واقع ایجاد بشه. بسیار ممنونم از توضیحات اشکان صفایی همکارم که از اورشلیم همراه ما بودیم.